پیجای کرالی، سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا، میگوید که به رغم اختلاف نظر بین واشنگتن و ریاض، ادامه پیوند میان دو کشور جزئی از بخش حیاتی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا است. او در پاسخ به پرسش صدای آمریکا درباره اینکه آیا واشنگتن همچنان نیازی به همپیمانی با ریاض دارد و آیا زمان آن رسیده که واشنگتن نسبت به روابطش با عربستان سعودی تغییر روش دهد، توضیحاتی داد که می‌شنویم. There is no country in the Middle East در خاورمیانه هیچ کشوری وجود ندارد که سیاستهایش تماماً با سیاستهای آمریکا منطبق باشد و عربستان سعودی از این قاعده مستثنا نیست. عربستان سعودی یکی از مراکز ثقلی است که آمریکا در منطقه خلیج فارس به دنبال آن است. درست است که آمریکا وابستگی کمتری به نفت خلیج فارس دارد، اما چون اقتصاد ما به بازار جهانی مرتبط است و اقتصاد جهانی به نفت خلیج فارس، بنابراین ادامه صلح و ثبات در خاورمیانه جزء منافع ملی آمریکا است. درست است که اخیراً در روابط بین دو کشور رگه‌هایی از تنش وجود دارد. مثلا ریاض فکر می‌کند که آمریکا خود را از منطقه منفصل کرده است، اما هر دو کشور منافع مشترک که را در یمن، عراق و سوریه دنبال می‌کنند. از طرفی به رغم این که عربستان یکی از راه حل‌های مبارزه با افراط‌گرایی است، خود بخشی از مشکل است، مانند حمایتش از مدارس دینی در پاکستان که به رشد ایدئولوژی افراطی در منطقه کمک کرده است. اگرچه دو کشور اختلافاتی بر سر خود هدف و یا وسیله رسیدن به هدف دارند، اما روابط با سعودی بخش حیاتی سیاست خارجی آمریکا است.